اگه بگم فرمول مخفی رستوران خرچنگ همش یه دروغه، بهم فوش نمیدید؟ فست بریم براتون توضیح بدم. تو کل سری باب اسفنجی یه راز وجود داره که همه میخوان بدونن چیه، مخصوصا شخصیت پلنگتون. اون راز فرمول مخفی کربی پتی یا همون همبرگر مخصوص رستوران خرچنگه که توی یه جای امن مخفی شده. این همبرگر خیلی طرفدار داره ولی دقیقا نمیدونیم چی توشه، چه چاشنی خاصی بهش اضافه میشه که اونو از بقیه همبرگرها جدا میکنه، و خرچنگ هم اصرار داره کسی نفهمه. خب تا جایی که ما میدونیم توش گوشت هست، که البته بعضی هم میگن گوشت نیست و جلبکه دیگه، کاهو، پنیر، پیاز، گوجه فرنگی و خردل و خیارشور، چیزایی که تو کربی پتی هست. ولی خب در آخر یه چیزی اضافه میشه که افراد کمی میدونن اون چیه. بعضیا میگن اون چاشنی پودر کمیاب پادشاه دریاها پوزایدونه، ولی خب اون پودر خیلی گرونه و بعید بدونم خرچنگ خسیس همچین هزینه‌ای واسه همبرگرای ارزونش بکنه. از نظر تجاری هم منطقی نیست. پس دیگه چی میمونه؟ یعنی تو اون برگه کوفتی فرمول مخفی چی نوشته شده؟ همونطور که میدونید پلنگتون صاحب منفور رستوران چامباکت بارها سعی کرده اون فرمولو بدزده، که یه بارش هم موفق شد. تو اپیزود ارتش پلنگتون اون فرمولو میخونه ولی بعد جیغ میزنه و فرار میکنه. تو اون برگه نوشته بود مقداری پلنگتون آسیاب شده به همبرگر اضافه میشه. وحشتناکه نه؟ ولی خب واقعیت نداره. ته اپیزود خرچنگ میگه که اون فرمول تقلبی بوده و اصلیش زیر بالشش تو خونه است. خب حالا با کل این حرفا، حالا اون چیز جادویی که به همبرگر اضافه میشه چیه؟ اون چاشنی مخصوص. جواب خیلی ساده است. هیچی. هیچ فرمول خاصی وجود نداره. خودتون فکر کنید یه موجود خسیس مثل خرچنگ چه چیز خاصی میتونه توی همبرگراش بذاره؟ شاید بگی پس چرا انقدر پرفروشن؟ خب دلیلش خیلی ساده است، ارزونن و مردم هم چیزای ارزون رو دوست دارن. حالا داستان فرمول چیه؟ یه تئوری مهمه که میگه همه این داستانا برمیگرده به هوش اقتصادی و بازاریابی آقای خرچنگ. اینجور بگم، خرچنگ این حرکت رو زده تا توجه پلنگتون رو از روی رستوران خودش یعنی چامباکت برداره و کل وقت پلنگتون بره واسه دزدیدن یه فرمول الکی. حتی تو یکی از اپیزودا ما دیدیم که رستوران پلنگتون مشتریای بیشتری داره. دلیلش هم این بود که اون روی کار خودش تمرکز کرده بود و دیگه دنبال اون فرمول چرت و پرت همبرگر مزخرف خرچنگ نبود. چی بگم، بنده خدا پلنگتون یه عمر دنبال یه فرمول الکیه. در آخر باید بگم که همین حرکت هوشمندانه خرچنگ باعث شده که همبرگرهای رستورانش پرفروشترین باشن و مردم واسه خوردن این غذای به شدت مضر و آشغال صف بکشن. مثل همیشه مرسی که بودید، لایک فراموش نشه.